اجازه هست خانوما؟ بفرمایین ماه پری خاتون. خسته نباشین، بفرمایین بشین. میخواستم چند کلمه خصوصی باهاتون حرف بزنم. ماشال چه بچه شیرینی. اسمش چیه؟ اسمش صافچی. حلیم خاتون، میشه بغلش کنم؟ ماشالله ماشالله. صافچی. ماه پری خاتون بفرمایید، اونجا بشینی. یاد بچگی های قیاسه دین افتادم. اینجوری که بغلش میکردم همه چی رو فراموش میکردم. نه قصر، نه خاتون، نه هیچ چیز دیگه. فقط فکرم پیش قیاس‌الدین بود. همه کار براش کردم تا بتونه سلطان بشه. میدونم که مسئول وضعیت فعلی اونو دولت گردن منه. از زندگی خودم گذشتم. خدا دولتمونو پسرمو نجات بده. همه ما قبل از هر چیزی به فکر دولتمونی ماه پری خاتون. پسرای ما، دلاورامون رفتن تا خائنا رو تعقیب کنن. شما هم قصرت رو ترک کردین و به خاطر دولتمون به اینجا اومدین. وقتی کشورمون از همه خطران نجات پیدا کرد، بقیهش دیگه دست خداست. بارها ناراحتتون کردم حلیم خاتون. کاریه که شده ماه پری خاتون. الان وقتش نیست همدیگر رو مقصر بدونیم. وقتی دولتمون و سرپناهمون در خطره، ما نمیتونیم از درد خودمون حرف بزنیم. از این به بعد باید به خاطر منفعت و صلاح دولتمون هر کاری ازمون برمیاد و انجام بدیم. هیچ چیز دیگه‌ای برامون مهم نیست. خدایی که تو هر شری خیری قرار داده، مطمئنن این شر رو آخرش به خیر تبدیل میکنه. این تنها چیزیه که میتونم بگم. صافچی بیا عزیزم. خدا به ارطغرل خان و دلاورا کمک. آمین سلطان. خداوند دولتمونو از افراد خائنی مثل سعادت الدین کوبک نجات بده. اما رفتن به اردوگاه با تعداد زیادی سرباز نگران نباشین ارطغرل خان. اگه سعادت الدین بمیره، حسین الدین کاراجا کنترل ارتشو دستش میگیره. اون وقت وظیفه اونه که از ارطغرل خان و آل پاش محافظت کنه و مطمئنم که ازشون محافظت میکنه. تنها کاری که اونا باید بکنن اینه که سر اون سعادت الدین عوضی رو ببرن. سلام. افسه
کجا میتونی باشی؟ خودتو بچم در چه حالی نالان حفظه؟ فرمانده بامسی داره میاد. خسته نباشین دلاورا. ایوالا فرمانده بامسی. ماشالله دلاورا، ماشالله. یکی داره میاد. چه خبره؟ بیاییم ببینیم چیه. اینا چی؟ بیا بیا برین اون بر، برین اون بر. اینا چی میخوام؟ دوباره چی خواهد؟ برید کنار بذارید ببینم چیه. اون بیشرف ها اینجا چی کار میکنن؟ بیاین بریم بفهمیم. تاوت برید کنار ببینم، ما باید با سلطان حرف بزنیم. منظورت چیه؟ سلطان تو قبیله ما چی کار میکنه؟ همه چیز برای منافع سیاسی دولتمونه. میدونیم که هیچ کس در این مورد شکی نداره. حسین الدین کاراجا فرماندار سیواس و پرچمدارش توکان، اونا کار بزرگی انجام دادن و از شر بزرگترین دشمن دولتمون کامیری خلاص شدن و به ما این فرصت رو دادن که لحظه ای آرامش داشته باشیم. من ازشون ممنونم. خداوند دولتمون از شر زیاده خواهان نجات بده. ما تا وقتی که وزیرای ماهری مثل شما داریم اصلا شکست نمیخوریم. وظیفه ما اینه که این دولتی که پدر مرحومم سلطان کیخسرو به ما سپرده بود و برای همیشه پایدار و سرپا نگه داریم. زنده باد شاهزاده سعادت الدین، 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 زنده باد شاهزاده سعادت الدین. الان دیگه برید استراحت کنید.
فردا سفر طولانی و خیلی سختی در پیش رو داریم. ما به پیروزی بزرگی که باعث سربلندی دولتمونه خواهیم رسید انشاءالله. انشاءالله پیروزیمون مبارک باشه. آمین. آمین. کوبک باید تو خیمش تنها باشه. الان متوجه میشم. کوبک تو خیمش ارتوغرل خان. کایرالدی پیششه. صبر کنین تا بیرون میاد. اومد بیرون. خدا یار و یاورتون باشه. آمین. عجله کنید جلاورا. برادر سامور ترگوت، حواستون جمع باشه. الان من فقط با دو فرمانده میرم تو خیمه. خان، منم با اتون میام. دلم نمیخواد تنهایی برید اونجا. من به عنوان یه پیغام رسون میرم ترگوت. اونا فقط یه نفر را میدن. اگه اوضاع به هم ریخت، اون وقت دست به کار بشین. بروی چشم خواه. نگران ما نباش. هر کاری لازم باشه انجام میدیم. برادر، خدا کمکتون کنه. آمین برادر. خدا کمکتون کنه خواه. انشالله این آخرین روزیه که اون عوضی سر روی بدنشه. انشالله ترگوت. ایوالا ایوالا خواه. عجله کنید.
یه پیغام رسون از سمسات اومده جناب امیر رو بده. خیلی مهمه. جناب امیر دارن استراحت میکنن. گفتم مهمه سرباز، خبر بده. جناب امیر منتظر پیام رسونه. شمشیرتو بده. خدا به ارطغرل خان کمک کنه. آمین. پس بالاخره اومدین ارطغرل خان. اولین قدم رو تو جهنم برداشتی. کیان ارتوی خان؟ یا نه چه خبر ارتوی خان؟ هیچ نشونه خوبی نیست سلطان. پسرمو میکنی خاتون وایسی؟ نمیتونم، شمشیرشون سمت پسرم گرفتم. میدونین وقتی نگاهتون میکنم چی میبینم ارطغرل خان؟ یه دروغگو که به شکل یه مرد شجاع ظاهر شده. حالا دیگه تسلیم شی. از امیر سعادت الدین که راهی جنگ هستن طلب بخشش کنین. ما فقط خودمون رو تسلیم خدا میکنیم. کنم پس با پای خودتون سمت مرگ اومدین ارطغرل خان. من عجلتون میشم. این روز مقدس برای خیلی از دلاورایی میشه که جونشونو برای دولت فدا کردن. از خدا میخوام یه ذره بهت عقل بده. فقط بدون که تا اون سعادت الدین عوضی رو نکشم دست برنمیدارم. حالا بهترین مبارزت رو نشانم بده. پس این میشه آخر راه شما. موسیقی
قاتلم. چطور جرأت کردی به خیمه سلطان حمله کنی؟ شما الان میمیری. حمله کنید. ماهپری خاتون، ما باید از این مکان دفاع کنی. مادر، شمشیر رو برامون بیار. اگه اونا سعی کنن بیان اینجا، باید از بچه هامون محافظت کنیم. یه سلاح هم به من بدین های مخاتون. مهم نیست چی باشه، همه ی تلاشم رو میکنم از اینجا دفاع کنم. آجو خان، من خیلی خوب میشناسمتون ارطغرل خان. میدونستم دست از تعقیب امیر سعادت الدین بر نمیدارین. منالب خان، جناب امیر. منالب، چرا از گذرگاه مخفی به خیمه اومدی؟ ارطغرل دنبال شما راه افتاده. منالب خان، اون نمیتونه وارد اردوگاهی بشه که هزاران سرباز توشه. اون حتما میاد. منالب درست میگه. پس اقدامات احتیاطی رو دوباره برم. نه، نیازی نیست. میذاریم همون جور بمونه. بذار ارطغرل بیاد و منو بکشه. اگه فردا برای جنگ برین امکان کشتنتون وجود نداره، ولی امشب یه راهی برای نفوذ به خیمه پیدا میکنه. اون اصلا تا شب صبر نمیکنه. یه موقعی میاد که انتظارشو نداریم. جناب امیر، من با اون یه کار ناتموم دارم. بذارین من ازش استقبال کنم. من به وفاداری و ارادت افتخار میکنم گونال. زود باش خان، اون عوضی رو بکش دیگه. ارطغرل کارشو که تموم کرد میاد بیرون. ما باید هر جور شده اونو صحیح و سالم از اینجا ببریم. حسین الدین کاراجا که بعد مرگ سعادت الدین مسئولیتو گردن میگیره، بقیه کارا رو انجام میده. انشالله. چه خبر شده؟ برای چی سربازا اینجا؟ اونا رو برام بیاری. کی شما رو فرستاده؟ کی؟ شمشیرشو قبل اومدم به خیمه تحویل داد جناب امیر. گونالب خان باید با سر ارطغرل تو دستش بیرون میومد. تو هنوز چیز زیادی در مورد ارطغرل نمیدونی.
پافشاری ارتغرل سلاحشه. تسلیم شو ارتغرل، تسلیم شو و از من طلب بخشش کن. دیگه بهتر تسلیم شین، این آخر راهه، هیچ راهی به بیرون نیست. همونجا وایسی برگردین آقا. آتش خان، تو باید بمیری. سلطانم، من چیکه پارت میکنم، چیکه پارت میکنم، بیا ببینم کیشی و چیکه پاره میکنه. حالا اون صاحب کجاست که بیاد از دستم نجاتت بده؟ حالا کی میخواد تو از دست من نجات بده؟ ارتغرل تسلیم شو. تو اردوگاه منو در محاصره ارتشم هستی، راه فراری نداری. وایسا سب کن، ارتغرل تو تله افتاده، فقط ما میتونیم نجاتش بدیم. نمیذارن خان زنده بمونه، اگه ما رو هم ببینن در جا میکشنمون. اگه ارتغرل طوریش بشه اون وقت کشتن سعادت دین به عهده ماست، اگه ما هم گیر بیفتیم کسی نیست که اون حیوانو بکشه. یا من یا کوبک یا عدالت یا ظلم کنم خان. طرز فکرت علت مرگت میشه. ارتغرل خان خله گذاشتن. تا بلای سر ارتغرل خان نیومده اون بی شرف باید بمیره. ترگوت خان و سنگور خانم هنوز اینجان، ما هنوز امید داریم. بالاخره میتونم گیرش بندازم. خدا رو شکر. قبل اینکه برین جنگ میتونین سر از بدنش جدا کنین. تا همین جاشم که صبر کردیم بسه. آماده باشید.
به خیمه حمله میکنیم. برو ببینم کنالب خان، ببینم اون سعادت دینی که مثل پدر دوستش داری و براش میمیری چقدر بهت علاقه داره. را بیافت. خدا لعنتت کنه. اون گنالب خانو گرفته. دیدی هنوزم امیدی از تار بود. تا وقتی ارتقال زنده است همیشه امیدی وجود داره. انشالله. من تو رو میکشم. آماده باشی. حمله میکنی. میخواین گنالب خانو قربانی کنین جناب امیر؟ من به خاطر دولتمون حتی پسر خودم هم قربانی میکنم. مطمئن باش. پسرم حالت خوبه؟ خوبم مادر، نگران نباش. شما هم به زخمتون برسین آرتوی خان. اطاعت میشه سلطان. به خیمه حمله میکنید ها؟ قصد جون سلطان ها میکنی داره؟ صاحبت یه عشقنه و تو هم یه قاتلی. سلطان بذارین سر این کفتار رو جلوتون ببارم. الان نبام سیالب. چرا به کسی که میخواد با کشتت رحم میکنی سلطان؟ این بی شرف باید همین الان بمیره. مادر گفتم الان نه. مجبورم نکن یه حرف رو دوبار تکرار کنم. ارتقران واقعا فکر کردی اگه گنال با گروگان بگیری میتونی خودتو نجات بدی ها؟ نمیتونی اگه پاش بیفته؟ گنال بی که مثل پسرم دوستش دارم و قربانی میکنم تا گیرت بندازم. تسلیم شو و حزم طلبه بخشش کن ارتقران. تو یا میتونی تسلیم شی؟ یا اینکه همراه گنال بمیری؟ این آخرین هشدارمه. کمان دارا؟ حالا چهره واقعی مردی که مثل پدر دوستش داری و دیدی کنم خواهد. دیر یا زود میفهمی اون چه آدم بدبختیه. اگه من مردم وظیفه کشتن اون با توه. اینو بهت قول میدم گناب خان. حالا برای اینکه زنده بمونی من تسلیم میشم. بگیریدش.
اجازه بدین همینجا گردنشو بزنم جناب امیر. نمیشه، سر اون مال منه. وایسا ببینم، اول باید هم دستای بی خاصیتش رو پیدا کنی. چطور وارد اردوگاه هم شده؟ اون دوتا فرمانده ای که به اینجا راهش دادن کیا بودن؟ کی پشت این نقشه هست؟ کی هم دستش بوده؟ حتماً میفهمم. قرار نیست به این راحتی هم بمیری. شنیدم اون سلطان ترسویی که بهش احترام میذاری اونقدر بدبخته که از ترسش دست مادرشو گرفته و به قبیلت بردتش. اونا به جز تو به کسی اعتماد ندارن، به هیچ کس جز تو. بگو ببینم. بگو ببینم چطور وارد اردوگاه هم شدی؟ از حرف نمیزنی هم؟ بذار ببینیم وقتی کارم با تموم شد بازم میتونی حرف نزنی ارتاقا. وایرالدی، ببرش به خیمه من. مطمئنم امپراتورم از این نقشه خوشش میاد. آرس، منم اینطور فکر میکنم. کریتوس، امپراتورم خیلی خوشحال میشه. چی شده ماریا؟ در مورد چی میخوای با من حرف بزنی؟ قربان، در باره یکایی ها خبر مهمی دارم. چیه ماریا؟ سلطان قیاس‌الدین از قونیه رفته و الان تو قبیله یکایی هست. مطمئنی؟ بله قربان، بهتون گفته بودم. منم منابع خودم رو برای جمع کردن اطلاعات دارم. اینا چطوری فهمیدی ماریا؟ از یه زنی تو قبیله چاودار. سعادت الدین کوبک تو دولت خیلی قدرتمنده. سلطانم از این موضوع خبر داره. برای اینکه بتونه بهترین تصمیم ممکن رو بگیره به قبیله ارتغرل پناه برده. این یه فرصت عالیه برای ایجاد هرج و مرج بین ترکا آرس. باید درست ازش استفاده کنه. حالا که سلطان به قبیله ارتغرل پناه برده، مام جایی که مخفی شده میکشیمش. اینجوری اعتبار ارتغرل رو از بین میبریم. وظیفه این افتخار بزرگ گردن توه آرس. نه کریتوس، واقعا این بار ترکارو تو چنگ خودم دارم. بس وقتو تلف نکن آرس، افراد تو بردارو بهش حمله کن.
سلطان از اونجا زنده بیرون نمیاد. میدونستم اینا میگه کریتوس.